با سلام به شما عزیزان، شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستی، و درودی برای ایرانیانی که در خارج از ایران، فارسی زبانانی که در خارج از ایران در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستند. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرها و مسائل موجود در عرصه داخلی ایران و آنچه که در منطقه و عرصه بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران می‌گذرد. عملکرد حکومت اسلامی ایران در سالهای پس از انقلاب، به ویژه در دوران آیت الله خمینی، خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی، آیا آنچه که این روزها گفته می شود واقع بینانه است؟ اینکه حکومت ایران عمل کردی همانند داعش در عراق داشته است و در سوریه، آیا آنچه که گفته می شود درباره حمایت جمهوری اسلامی از گروه داعش صحت دارد؟ ناطق نوری، وزیر کشور در دولت هاشمی رفسنجانی، گفته است که در زمان وزارت او شخصا دستور داده 500 بلوچ را بکشند تا اوضاع آن زمان به گفته او آرام در منطقه آرام شود. این گفته یک وزیر پیشین جمهوری اسلامی و رئیس مجلس پیشین جمهوری اسلامی است. با من و شما هستند آقای دکتر عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر سیاسی و در این حال پزشکی حاضر در استودیو لندن. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای دوشوکی عزیز، سلام به شما. منم خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. آقای دوشوکی، پیش از هر چیزی بریم به سراغ این گفته آقای ناطق نوری. ایشون آمده و گفته که در زمانی که وزیر کشور بوده در دولت رفسنجانی، وقتی که چستان آرام شد در ارتباط با انتخابات مجلس، شخصا دستور داده، این رو با افتخارم گفته، که 500 نفر رو بکشید اوضاع آرام خواهد شد. با خیلی، همونطور که اشاره کردم، با افتخار پس از مدت ها این گفته های ایشون هم منتشر شده. از جوی شما رو میشنویم، وزرای این حکومت خب هستن، وزیری که رکورد بیشتری داره مثل پور محمدی همین الان در دولت کنونی هست که خب بیشتر از آقای ناطق نوری، البته آقای ناطق نوری در زمان وزارتش یک رقم برای اینها جان انسان اعداده و رقمه، 500 نفر رو کشته. آقای پور محمدی خب بیش از 3000 نفر رو در یک فقره قتلای خودش داره. بفرمایید. بله، متاسفانه در جمهوری اسلامی قتل و کشتار و اصولا سرکوب یه نوعی افتخار یا نوعی جهاد به حساب میاد. اگه خاطرمون باشه، به هر حال اینا در همون ابتدای انقلاب از مناطق سنی نشین مثل ترکمن صحرا شروع کردن و رهبران خلق ترکمن رو به طرز بسیار فجیحی ترور کردن. بعد از اون به سراغ کردستان رفتن و دیدیم که با کردها چیکار کردن، و اتفاقا
هفته پیش تصاویری در اینترنت منتشر شده بود و یکی از این تصاویر توسط آقای نوریزاد که واقعا انسان بسیار شجاعی هست هم منتشر شده بود و گفته بود که اون قتل‌هایی رو که یا کشتارهایی رو که آقای خلخالی به صورت اعدام‌های صحرایی در نزدیکی فرودگاه سنندج که عکس‌هاش بسیار معروف افراد زخمی و غیره رو در مقابل جوخه‌های تیرباران قرار داده بودن و کشتن و بعد عکس‌های داعش رو گذاشته بودند که سربازان بیگناه و دیگران رو کشته بودن و بعد از این کشتارها واقعا سراغ بلوچستان اومدن، چندین بار در بلوچستان این مسائل رخ داد، در ایدگاه زاهدان تعداد زیادی رو کشتن و بخصوص در دوران آقای رفسنجانی بسیاری از رهبران مذهبی بلوچ رو چه در داخل و اهل سنت رو کلا در جنوب در استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و فارس و حتی خراسان و تالش کشتن و این سخنان آقای ناطق نوری چیز جدیدی نیست. به هر حال اینها یعنی واقعا اگه نگاه کنیم جمهوری اسلامی رو افتخارشون اینه و کما اینکه آیت الله خمینی هم بارها گفته بود که ما باید با این مرتدین خیلی محکمتر برخورد میکردیم و اصولا نوعی حالا اسمشو جهاد نذاشته بودن ولی همون چیزی که امروز اسمشو میذارن رفع فتنه، در اون زمان هم دفع معاند و از بین بردن ضد انقلاب و غیره بود و متاسفانه در سیستان و بلوچستان هم بسیاری از رهبرهای مذهبی بلوچ رو از بین بردن و الان هم دارن بهشون افتخار میکنن و ادامه همون بحث هست. خب ببینین آقای دوشو که عملا این شیوه عمل، این شیوه کشتار، حالا داعش عملیاتش بسیار بسیار محکوم هست، گویی که گفته میشه جمهوری اسلامی هم دستی بر شانه داعش داره در عراق یا در سوریه دست کرد. به هر حال از همون فردای 22 بهمن ما عملا خیلی معتقدن که شروع شد با قتل‌های بلافاصله، یعنی ساعاتی بیشتر طول نکشید که فرمان قتل توسط آقای خمینی صادر شد و امیران ارتش ایران رو اعدام کردن. بسیاری بر این عقیده هستن و بعد این روند ادامه داره تا به همین امروز. همین الان چندین زندانی کرد در انتظار اعدام هستن و چندین زندانی دیگه برام. این رو چطور شما ارزیابی میکنید؟ آیا تفاوتی وجود داره در نوع قتل؟ آیا تفاوتی ایجاد میکنه؟ گیرم که جایی با خنجر میکشن، جایی با گلوله و تناب. گو که حکومت ایران در همین روزهای در پیش داریم با خنجر و کارد و شمشیر هم آدم کشت، انسان کشت، از دکتر شاپور بختیار تا فریدون فرخزاد در اروپا. ببینید متاسفانه این شیوه همه دستجات، افراد، گروه ها و احزاب بسیار افراطی هست. حالا میخواد طالبان باشه در افغانستان، القاعده باشه یا داعش باشه در عراق و سوریه یا جمهوری اسلامی باشه در ایران، متاسفانه این شیوه فکر که باید دشمن خودتو که دشمن اسلام هست و دشمن پیامبر هست و دشمن خدا هست از بین برد، یعنی تحت لوای اسلام و پیغمبر و خدا اینها آدم میکشن اما در نهایت خب جز مشتی آدم کش و مافیا نیستن. جمهوری اسلامی از همون اول هم اگه ما نگاه کنیم میبینیم که ثابت کرده که دشمنان خودش رو از بین برده و اما نکته خیلی مهمی هست اینه که ما اصلا برگردیم به صورت کلی جمهوری اسلامی رو مورد بررسی قرار بدیم، میبینیم که بعد از حدود یک سال آقای خمینی علناً اومدن گفتند که نخست وزیر خودش یعنی بازرگان و بسیاری از اعضای کابینه دولت موقت که وقتی آقای خمینی به اونها احتیاج داشت
قبل از انقلاب و از اونها خواست که کابینه رو تشکیل بدن و همه اینها از جبهه ملی شاهپور بختیار رو اخراج کردن و رفتن زیر لوای آیت الله خمینی و کابینه تشکیل دادن. آقای خمینی بعد از یک سال که وقتی از اینها حد اکثر استفاده ابزاری رو نمود تکفیر کرد، یعنی حکم ارتداد اینها رو صادر کرد و گفت جبهه ملی مرتد هستن مگر اینکه اینها بیان توبه کنن، یا وگرنه خب حکم مرتد کاملا مشخص هست در اسلام و اصل اسلام به اصطلاح ولایی. در نتیجه اینها وقتی همرزمان و همراهان خودشون رو تکفیر کردن و بعد اونها را از بین بردن، دیگه به مخالفان خودش و دشمنان خودشون و اونهایی که حتی مسلمان نیستن از هر گروه و فرقه و مکتب و مسلکی که باشن رحم نخواهند کرد، کما اینکه نکردن. در نتیجه ما برگردیم امروز مثلا نگاه میکنیم جمهوری اسلامی از کلمه تکفیر استفاده نمیکنه، انگار که تکفیر یک واژه ثبت شده توسط گروه های سلفی جهادی سنی هست، در صورت تکفیر یعنی دیگری را کافر خوندن، یعنی دیگری را مرتد و بیدین خوندن. خب این کاریست که در ابتدای کار توسط خود آیت الله خمینی شروع شد و بر اساس همون بسیاری را به عنوان معاند و ضد دین و ضد اسلام و ضد انقلاب از بین بردن. این درس رو خود الان سلفی ها در اون موقع کسی رو تکفیر نمی کردن چون گروهی وجود نداشت. الان اینا هم یاد گرفتن بقیه رو تکفیر می کنن و میگن اسلام اسلام ماست، بقیه کافرن و باید از بین برن طبق نص سریع قرآن. ببینید چند نکته هستش، یعنی همونطور که می فهمید که کلمه تکفیر رو به کار نمی برن، اما کلمات دیگه ای رو آوردن و اونها رو استفاده کردن و در صفت دادن این کلمات و افرادی همون اعلام جرم بود، اساسا متهم کردن نبود، فقط محکوم کردن هم بود. مثلا مثل کلمه مثل طاغوت که در فرهنگ سیاسی ایران پیش از خمینی و همراهان ایشون وجود نداشت، یعنی بنابراین طاغوتی، کسانی که طاغوتی خونده می شدن یعنی اون زمان در جو اون زمان محکوم به اعدام بودن، کما که اعدام کرد. یا مثلا فرض بفرمایید امیران ارتش ایران و بقیه رو که اعدام کردن، هیچ یک از این روحانیون حتی مخالف، هیچ یک از آقایون بعدها کسانی که به طرف هابرماس و پوپر رفتن که حتی در همین الان هم همچنان کینه کم کشتن رو در دل دارن، سخنی نگفت. حتی آقای بازرگان و اطرافیان ایشون امثال آقای یزدی و بقیه بسیار اینها بیانیه و اعلامیه دادن که آقا نکشید. خب تا اینجا حرف درست، اما از سکوت بدتر، نکشید، بیایید اینها رو در دادگاهی مثل دادگاه نورنبرگ محاکمه کنید. یعنی شرم‌آوره برای بازرگان و اطرافیانش، خداوند بیاموزه ایشون و همون اطرافیان زنده شون امثال یزدی و بقیه شون ابراهیم یزدی. یعنی همین در همین مسئله اعلام جرم بود نبود؟ چه جنایتی کردن مثل آلمان هیتلری دادگاه نورنبرگ؟ مثلا آقای دکتر عاملی تهرانی چه کار کرده بود؟ پرویز نیکخواه چه کار کرده بود؟ بقیه چه کرده بوده؟ باید در دادگاه نورنبرگ. متاسفانه خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. و الان ما میبینیم که همین یکی دو روز پیش هم اعلام کردند که رئیس جمهور سابق، وزیر سابق، یعنی آقای خاتمی هم باید ممنوع الخروج، ممنوع التصویر، ممنوع البیان، ایشون رأس فتنه است و غیره. یعنی حتی ببینید این مافیایی که در جمهوری اسلامی بر سر کار هست، کسایی هستند که واقعا حاضر نیستن کوچکترین اعتراض، مخالفت با اون خطی رو که خودشون دارن و حذف رقیب. یکی از کارهای اساسی اینها هست که با انواع و اقسام ترفندها و با زدن تهمت و بهتان و غیره، برای اینا هیچ گونه محذوریت اخلاقی یا قانونی وجود نداره. هر کسی رو که باش مخالف باشن اول تهمت و بهتان میزنن، حتی دوستای سابق خودشون رو هم از بین میبرن، کما اینکه دیدیم در گذشته این کارا رو کردن و اون کسی که اونها رو از بین میبرد مثل
سعید امامی رو هم از بین میبرن. در نتیجه ما اگه اینو به صورت کلی یعنی عملکرد جمهوری اسلامی رو از ابتدای کار تا به امروز به صورت کلی مورد بررسی قرار بدیم، میبینیم فرق زیادی با داعش ندارن. به عنوان مثال شما ذکر کردید که قرار بود 4 نفر فعال سنی رو اعدام کنن و واقعا اینها به نزدیکی چوبه دار رفته بودن، اما بقیده من این عملکرد داعش به نوع بسیار عجیب و غریبی اما از نظر توجیهی خیلی ساده به دادشون رسید، چون جمهوری اسلامی الان از اعدام کردن این 4 نفر دست کشید به صورت موقتی، چون اگر این 4 نفر رو اعدام بکنه سر و صدای زیادی در دنیا به وجود میاد مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی هم داره در مقابل انتقام جویی از داعش که داره شیعه ها رو در عراق میکشه، جمهوری اسلامی هم داره سنی ها رو در ایران اعدام میکنه و این تبلیغ بسیار بزرگی میشد بر علیه جمهوری اسلامی. به همین دلیل اونها تصمیم گرفتن که فعلا این 4 بیگناه رو اعدام نکنن، یا وگرنه گروه های زیادی رو که واقعا بیگناه بودن اعدام کردن. و میتونیم یه مقداری وارد این مسئله بشیم که اصولا عملکرد داعش و عملکرد جمهوری اسلامی و نقش جمهوری اسلامی در پیدایش گروه های مثل داعش، چه به صورت مستقیم در سوریه، چه به صورت وجود آوردن فضای ضدیت بین شیعه و سنی و غیره چی هست؟ حتما به این نکته میپردازیم و میتونیم از اینجا شروع کنیم. آقای دوشوکی عزیز، ببینید اصلا در دوران معاصر، حالا حسن بنا و بقیه سید قطب در مصر حرفای زده بودن، منطور به عنوان ایدئال بود، جنبه عمل خارج از جغرافیای مصر چندان پیدا نکرده بود، غیر از اینکه جمال الدین اسدآبادی که اون هم رفته بود تحت تأثیر چنین افکاری آمده بود و قصد داشت و صحبت‌های درباره حکومت اسلامی می‌کرد از این حرفا که فرضیه تاریخی است، امیدوارم روز بپردازیم به این موضوع. اما مفهوم حکومت اسلامی در جهان اسلام عملاً جلوی روی ما هست، با انقلاب اسلامی در ایران شروع شد. حتی همین الان لقب آیت الله خامنه ای رو ولی امر مسلمین میگه، یعنی این تمایل، این فکر، این ایده پیش اومد ما بعد از انقلاب، یعنی روحانیت شیعه به رهبری آیت الله خمینی بیان و مسلمانان جهان متحد بشن زیر لوای رهبری تهران، یعنی ولی امر مسلمین که ایشون بود. بنابراین این فقط داعش نیستش که میاد خلافت اسلامی اعلام میکنه یا طالبان امارت اسلامی اعلام میکنه، فکر جهانی کردن یا اون جغرافیایی که جهان اسلام نامیده میشه، خلافت اسلامی برپا کردن و متحد کردن و همه رو یکی کردن زیر یک پرچم با انقلاب اسلامی شروع شد. چون این نیست؟ بله، خب اینا بودند که واقعا میخواستن به قول خودشون انقلاب رو صادر کنند و هدفشون هم همین بود. به همین دلیل صدام حسین رو تحریک کردن، یک آدم دیوانه و جنایتکاری مثل صدام حسین رو از نظر افکار عمومی بقیه کشورهای عربی که ایران میخواد در بقیه کشورهای عربی دخالت کنه، و اونها هم صدام حسین رو گذاشتن جلو که در مقابل این صدور انقلاب قد علم کنه و اون جنایت های بزرگ رو به وجود بیاره که در جنگ 8 ساله واقعا صدها هزار نفر کشته و زخمی شدن. اما در مورد ادعای جمهوری اسلامی به عنوان ام الغرای جهان اسلام یا رهبریت جهان اسلام، بقیده من این ادعاشون همه اندازه مضحک و شوخی هست که ادعای آقای ابوبکر البغدادی به عنوان خلیفه المسلمین جهان هست. اینا آدم میتونست بخنده در مورد این ادعاها، ولی متاسفانه این جوک اینقدر دردآور و وحشتناکه که جای خنده نیست. جمهوری اسلامی ادعا میکنه ما رهبر تمام جهان اسلام هستیم و برای اتحاد شیعه و سنی اومدیم. شما حتی حاضر نیستید، شما یعنی جمهوری اسلامی دهها کلیسا، کنیسه و غیره برای ادیان دیگر اجازه میده در تهران، اما در همون تهران اهل سنت که اکثریت مسلمانان جهان هستند، شما اجازه نمیدید یک مسجد داشته باشن. آخه این چه نوع وحدتی است؟ این چه نوع رهبریتی است؟
در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست. همین هفته پیش عربستان سعودی یک نفر شیعه رو به عنوان وزیر داخل کابینه آوردن. در خود مدینه حسینیه هست، در مکه مدینه شیعیان مسجد دارن، در موسل هم، حتی در همین نواحی تحت فرماندهی یا تحت تسلط داعش از سوریه گرفته تا عراق شیعان مسجد دارن و فقط 5 تا از مسجد شیعان رو در موسل تخریب کردن، که کما اینکه چند تا مسجد اهل سنت رو هم تخریب کردن، یعنی مشخصا بر علیه مساجد شیعه نبود. اما ایران تنها کشوری است در تمام جهان، در تمام نه تنها جهان اسلام بلکه در تمام جهان، که اجازه نمیدن سنی ها یک مسجد داشته باشن. از اون طرف هم حرف میزنن که ما واقعا پرچمدار وحدت و اخوت برادری و غیره و بین شیعه و سنی هستم. آخه این برای همین گفتم این یه جوکه و خودشون هم اینو میدونن و هیچکی هم خریدار این حرفاشون نیست. ولی در مورد نحوه مثلا عملکرد جمهوری اسلامی در مقایسه با داعش، ما میبینیم که اینا قرائت به خصوصی را از اسلام دارن و معتقدن که اسلام ما اسلام ناب محمدی هست و یکی خودشو ولایت در راستای امامت خودشو ولی فقیه یا ولی فقیه مسلمین میدونه، اون یکی دیگه هم الان متاسفانه با آدم کشی و آدم خوری و غیره هم تونستن بخشهای از عراق رو بگیرن و خودشو خلیفه مسلمین جهان میدونه. ما باید برگردیم ببینیم که چطور شد این گروه ها به خصوص جمهوری اسلامی و آخوندها در ایران به قدرت رسیدن در ابتدای کار، و چطور شد که گروه داعش الان تونست در عرض 2 هفته واقعا بخش وسیعی شهرهای بسیاری رو از عراق رو به خودش تحت سلطه خودش در بیاره. این که بخشی از سنی ها، بخش وسیعی از سنی ها همراه اینا شدن، چرا؟ چون اگه به خاطر داشته باشیم داعش چند هزار نفر بیرون بیشتر نبودن. الان اگه ما نگاه کنیم به نیروهایی که در کنار و به همراه داعش هستند، اونا ده ها هزار نفر هستند و خود داعش فقط چند هزار نفر بیشتر نیستن، اما تونستن با بیرحمی و ثقاوت تمام و اینکه نشون بدن که میتونن فرماندهی عملیات نظامی رو هم داشته باشن، تونستن بقیه رو حداقل در این شرایط بخصوص همراه خودشون داشته باشن. یا وگرنه خود همین قضیه‌ای که در عراق اتفاق افتاده برای من مثلا به عنوان یک سنی یا بلوچ یه مقداری قابل تعجب هست. حالا توضیح میدم. به عنوان مثال گروه های جنگجویان طریقت نقشبندی، خب اینها سنی هستن، صوفی هستن، و این صوفی ها کسایی هستن که سلفی ها و جهادی ها و غیره شدیداً ضد نقشبندی ها هستن و میگن اینا از اسلام خارج، اما این نقشبندی ها هم با اونا هستن. بعثی ها که اصولا سکولار بودن در گذشته هم همراه اینا هستن. گروه های کرد مثل جماعت الانصار الاسلام فکر کنم که به رهبری فردی هست به نام ملا کریکار همچی چیزی، اونها بله. خب من منظور اینه که ببین اینها تونستن حتی القاعده رو، در صورتی که خود القاعده هم گفته بود ما داعش رو قبول، بله. چطور شد که ببین چه شرایطی به وجود اومد که داعش تونست از گروه های تصوف و نقشبندی و غیره که تمایل صوفیگرانه دارن و گروه های سلفی، یعنی حتی القاعده شدیداً مخالف اونا هستن، چه برسه به داعش که بدتر از القاعده است، و گروه های سکولار طرفداران صدام، گروه های مختلف سنی های مختلف مثل ارتش اسلامی عراق، ارزم حضورتون که بیشترشون طرفدار اخوان المسلمین هستند، یا گروه های فرزندان عراق یا شورای انقلاب عراق، اینها کسایی هستند، بسیاری از اینها کسایی هستند که چند سال پیش به همراه آمریکا بر علیه القاعده به نبرد پرداختند و القاعده رو واقعا از خاک عراق بیرون کردند و اینا ناچار شدن به حاشیه و صحرا و بعدم به سوریه برن. اما دولت آقای مالکی متاسفانه با اون تعصب و تامگری و انحصار طلبی مطلقی که داشت، که بسیار هم شبیه انحصارگری آخوندهای عزیز خودمون هست، باعث شد که دشمنان داعش، اونهایی که با القاعده جنگیدن، همصف شیعیان بودن، همصف امریکایی‌ها بودن، دوباره برگردن به دامان داعش. خب این نشون میده که متاسفانه این عملکرد تامگرایانه آقای مالکی که تحت فشارها و
تشویق‌های جمهوری اسلامی صورت گرفته بود یک عملکرد کاملا شکست خورده است و به همین دلیل در عراق ما می‌بینیم که آقای مالکی واقعا شده برگ مهم جمهوری اسلامی، کما اینکه کیهان هم هفته پیش در تیتر بزرگی نوشته بود بشار الاسد ماند، مالکی هم میماند، و این فعلا موضع جمهوری اسلامی است که اگر مالکی بره همان گونه که سرنوشت اسد، بشار اسد به سرنوشت جمهوری اسلامی گره خورده بود، الان هم سرنوشت مالکی به سرنوشت جمهوری اسلامی واقعا در عراق گره خورده. البته من قبول میکنم که دولت ایران، دولت آقای روحانی همچین عشق و علاقه خاصی به مالکی نداره، ولی واقعیت اینه که تصمیم ها در ایران توسط بهت رهبری و سپاه و سپاه قدس گرفته میشه. خب چندین نکته در صحبت های شما بود، اشاره کردن به صوفیان نقشبندی که اسلحه در دست دارن یا گروه جنگجویی دارن، این هم به بی سابقه ای در منطقه نیست. من اشاره بکنم به صوفی معروف الجزائری شیخ عبدالقادر که صوفی معروفی بود در عرصه سیاست در غلطید و رهبر مبارزات ضد استعماری شد در اون زمان در قرن 19 در برابر فرانسه. شیخ عبدالقادر که ترانه ها و سرود های بسیاری هم دربارش خونده شده، از جمله شاه خالد خواننده الجزائری تبار فرانسوی که خونده و دیگر شاه تاها و خیلی های دیگر ترانه های محلی از سرود های محلی هست که برحال البته بعدها کناره گرفت و داستانش مفصل است. این هستش. اما نکته که اشاره کردید، ببینید خب یکی از علت هایی که شما اشاره کردن عملکرد دولت آقای نوری المالکی هست، آمده و ارتشی رو که با پول مالیات دهندگان آمریکایی در واقع سازماندهی شده بود بعد از انحلال ارتش صدام حسین، ارتش عراق در زمان صدام حسین که آمریکا اون رو به اصطلاح لغو کرد، آقای پال بریمر، ارتش حدود 400 هزار نفری شایدم کمی بیشتر رو آمد و درصد سنی مذهبان و کردها رو، شما قطعا میدونید برای بینندگان من میگم، اخراج کرد از ارتش و جانشین اونها افراد بیشتر شیعه گذاشت نگذاشت. یکی از کارهایی که کردیم و کارهای دیگه در مناطق دیگه اینه که زمینه مشترک به وجود آورد برای همکاری های همه گروه ها. و خب مالکی هم گفتن نداره که معروف هست، خیلی آشکار هست که در واقع مورد حمایت و در واقع به عنوان فرمانبر حکومت ایران معروف هست آقای دوشوکی عزیز. چون این نیست؟ بله. خب جمهوری اسلامی هم گفتم سرنوشت خودش در عراق با آقای مالکی گره زده و این و در عرض این سالها متاسفانه نشون داده شده که مالکی دقیقا همون سیاست های انحصار طلبانه و خشک و متعصب مذهبی جمهوری اسلامی رو کپی برداری کرده در عراق و میخواست اونا رو اجرا کنه، کما اینکه به حد مقدار زیادی اجرا کرد. و الان کار به اینجا رسیده که ما باید از خودمون بپرسیم که من اینو به عنوان مثال در جواب یکی از رهبران جبهه ملی که مقاله‌ای نوشته بود در مورد داعش و یکی از رهبران جبهه ملی که می‌فرمایید، این پرسشم از کدوم یکی از جبهه ملی ها اول و بعد رهبرش؟ بله حالا چند متاسفانه چند جبهه ملی داریم از زمانی که جبهه ملی فوش کرد به دکتر شاپور بختیار که در میون افراد اون زمان بدون هیچ تردید بودن کسان دیگری، سخنی بله نیست، اما تنها کسی که از نامداران به فکر نجات کشور بود در میان سنجابی ها و روانش شاد حتی فروهرها شاپور بختیار. بله بفرمایید کدوم یکی از جبهه ملی و خب حالا که چون یکی از جبهه ملی، حالا که گفتم نمیخواستم اسم بگیرم ولی آقای کوروش زعیم خب یک شخصیت عمومی و ملی و شناخته شده هستن. من به ایشون نوشتم، البته اسم خودمو ننوشته بودم اون موقع، بعدها فهمید
که اصلا باید از خودمون بپرسیم که این سنی ها، این صوفی ها، من یه نکته خیلی کوچیکی رو هم شما اشاره کردید به نقشبندی ها، بله اینا مبارزه کردن، ولی اینی که صوفی بره به همراه سلفی بشه این سابقه نداشته، چون به هر حال این سلفی ها رو من میشناسم، اینها تبلیغ میکنن تشیع و تصوف، هر دو شاخه از یهود و نصارا، یعنی اینقدر بر علیه تشیع و تصوف رو کنار هم میذارن. خب این وقتی تصوف میره در کنار تسلف یا سلفیگری بر علیه تشیع، این نشون میده که متاسفانه در اون منطقه ما یک پریشان حالی و پراکندگی اجتماعی، سیاسی، مذهبی وجود داره که واقعا تحلیلگرا عاجز میمونند که چطور میشه این مسائل رو. حالا تا جایی که شما اطلاع دارید آیا اصلا هم دست گرفتن صوفیان عراق؟ بله اینا حدود فکر کنم 4 تا 5 هزار نفر مسلح دارند و یک گروه مسلح کاملا شناخته شده ای هست. و جالب اینه که صوفی ها اصولا ضدیت چندانی با تشیع نداشتن، بیشترشون ترسشون از سلفی ها بود، الان با سلفی ها همراه شدن برای تشیع. و ببینین بحث واقعا اینه که اینا دارن از اسم اسلام، از اسم فرق اسلام برای اهداف گروهی و جنایی و شخصی خودشون سوء استفاده میکنن. متاسفانه ما میبینیم در اون منطقه‌ای که ما هستیم، منطقه خاورمیانه و نزدیک جنوب شرقی حسینی، یعنی از پاکستان و افغانستان، ایران، عراق، سوریه، حتی کشورهایی که در دستخوش این حوادث هستند، یمن و بحرین و غیره گرفته، این به عنوان تحلیلگر ما باید بپرسیم چرا واقعا حدود 30-40 سال پیش در زمانی که مثلا سوهارتو بود در اندونزی یا مارکوس بود در فلیپین، یعنی دیکتاتوری های بزرگ و وحشتناکی در خاور دور بودند، آفریقا بیشترشون دیکتاتورهای وحشتناک بودند، در آمریکای جنوبی هم حکومت های نظامی بود از گالتیری آرژانتین گرفته تا نمیدونم شیلی، جنرال پینوشه و غیره، همه دنیا، حتی اروپای شرقی، همه دنیا واقعا به سوی یک نوع همزیستی و دموکراسی رفت. چرا ما در خاورمیانه هنوزه درگیر این توحش و بربریت هستیم که یه عده میان به نام اسلام استفاده میکنن و ما هم باید در مقابل اونها؟ اولا آقای دوشوکی، دو تا نکته هست. یکی این که میفرمایید هنوز هم، معنیش اینه که از قرنها پیش شروع شده و همچنان ادامه پیدا کرده. ببینید، بدون رو درواسی، این جریان هایی که الان ما شاهدش هستیم، هم از داعش، القاعده، همه این چیزها، اینا جریانات به این شکل گسترده و به این شکل وسیع در منطقه و جاهای دیگه، عرض کنم خدمتتون، پس از انقلاب اسلامی است که شروع میشه. یعنی من نمیخوام بگم انقلاب اسلامی لزوماً 100% باعث شد، اما اژدهای خفته رو به زوال و رو به موت اسلام سیاسی رو در منطقه، انقلاب اسلامی دوباره بانک بلندش روحانیت شیعه در ایران بیدار کرد و در واقع شفا داد. یعنی این نکته باید قابل توجه، برای اینکه قبل از اون نه اینکه نبود، بله بود. حتی قضیه فلسطین پیش از انقلاب اسلامی قضیه کاملا اسلامی نبود. یعنی قضیه فلسطین، مسئله فلسطین پس از انقلاب اسلامی است که مسئله کاملا اسلامی میشه. از جهاتی راه قدس از کربلا میگذرد، جنگ 8 ساله، و اساسا قدس پایتخت مسلمانان جهان هست و از این سخنانی که بسیار شنیدیم. منظور من این هستش که این کلمه هنوز رو، چون یک دوره‌ای وجود نداشت. خود شما دوره آقای سوهارتو بود، در جای دیگه بفهم. بله، منظورم از هنوز اینه که ما حداقل در عرض این 35 سال گذشته، واقعیت اینه که ما اگه نگاه کنیم چه مسائلی پیش اومد در اون منطقه، یکیش خب انقلاب اسلامی بود که یک در نهایت در ابتدای کار بقیده من خب یک
همه قشرها بودند، اگرچه رهبران مذهبی در صدر قرار داشتند، ولی یک انقلاب متعصب مذهبی نبود. اما بلافاصله بعد از انقلاب خب دیدیم که چی شد، وارد جزئیاتش نمیشم. اما اتفاق دیگری هم که رخ داد در اون منطقه و یکی از جنایت های بزرگ بود بقیده من تأثیر گذار، حمله قبل از حمله اینه که یه عده، خب ببینید ما در گذشته الان این چیزی که در به عنوان مسلمان و متعصب مثل داعش و جمهوری اسلامی داریم، قبل از اینها در دهه‌های 50 و 60 و 70 میلادی اون موقع گروه های کمونیستی بودن، این مارکسیست ها بودن که یا انقلاب میکردن یا کودتا میکردن که مثلا کارگران و محرومین رو آزاد بسازن، کما اینکه همین شعار آزادسازی مستضعفین توسط جمهوری اسلامی در انقلابیون داده شد و ما هم به این پیوستیم، به این انقلاب، واقعا به این امید که مستضعفای روزی آزاد بشن و این نابرابری ها برطرف بشه. امروز میبینیم که وضع صد برابر بدتر شده و این حکومت واقعا حکومت قاصبان هست، حکومت جباران و قدرتمندان هست بر علیه مستضعفین بدبخت. آه ندارن و ناله سودا کنن، اون از اون بگذاریم. اما حمله قبل از حمله روسیه یا شوروی سابق به افغانستان، خب یه تعدادی از نیروهای روشنفکر افغان که در ارتش و جاهای دیگه بودن، اینا فکر میکردن واقعا این جامعه افغانستان رو میتونیم مثل ما و غیره ببریم جلو جهشی، کما اینکه جامعه افغانستان هنوز جامعه عقب مونده بود در اون زمان. قشر روشنفکری که واقعا پیشرفته بودن در خود داخل شهرهای بزرگی مثل کابل، خب اینا کودتا کردن، بعد ناچار شدن ارتش روسیه رو بگن بیاد داخل کمکشون کنه. حالا اون داستان دیگه است، طولانیش بفهمه. خب نمیخواستم اینو بگم که این رشد مجاهدین افغان، بعد طالبان، بعد القاعده، واقعا از اونجا شروع شد. بعد از اینکه جمهوری اسلامی هم به وجود آمد، این تضاد و تقابل و نوعی رقابت بین شیعه‌گری انقلابی و سنی‌گری انقلابی افراطی همچنان جلو می اومد. در بعضی مواقع اینا با همدیگه همکاری میکردن. خب این مشکلات از اونجا شروع شد و الان گفتمان غالب در تمام اون منطقه این گفتمان این اسلامگویان هست و که میخوان خودشونو نماینده خدا رو زمین قرار بدن به عنوان خلیفه، امام یا ولی فقیه. آقای دوشوکی، نمیدونم کشورهای عرب شما سفر کردین قطعا یا بر؟ نه، من تقریبا همه کشورهای عربی رو سفر کردم، چون من قدیما کارم این بود که بیشتر از این کشورها سفر میکردم. بله بسیار. حالا من دیگه چه دوره بوده و اینا رو دیگه نمیپرسم، ولی من دوره خب مختلفی رفتم و آمدم و زندگی کردم، همه این بسیار از بینندگان ما میده. ببینید یک نکته وجود داره در خاورمیانه، در کشورهایی که اکثریت جمعیتشون مسلمان هستن، ما وقتی نگاه میکنیم از دهه 50 به این ور، شاید از قبلش هم هست، حتی قهرمان همیشه وجود داشت. حالا این قهرمان یه زمانی عبدالناصر بوده، یه زمانی حتی همین آقای صدام حسین بوده، زمانی که کویت رو اشغال کرد. من یادم نمیره که بسیاری در کشورهای عرب از جمله در قاهره از این بابت بعدشون نیومده بود، بسیار جایی بودیم. من اتفاقا صحبتی که میکردم، آقا این کار بسیار کار زشتی و زیان آور خواهد بود، به بنده گفتن، کسایی که بودن فیلمساز بودن، از سوری گرفته تا جاهای دیگه. شما چون خب صدام متنفرید ازش، شما نمیدونید این کار چه اهمیتی داره و در جهت مبارزه با آمریکا و از این حرفو که میزنه. ببینید آقای احمدی نژاد وقتی در ایران سر کار اومد، میبینن یک دو، من دیدم اینو به چشم خودم، جوان سنی مذهب مصری حتی شیفته احمدی نژاد بود، یا در الجزایر من دیدم و همینطور در تونس من دیدم و این بود. برای اینکه میدید یک نفر استاده، اونم با شکل و شمایل آقای احمدی نژاد که خب بسیار عالی است، و داره صحبت اینو میکنه که آقا آمریکا باید نابود گردد، اسرائیل که حتما باید نابود گردد، آقای احمدی نژاد تاکید میکرد و
در سازمان ملل هم میرم این حرفا رو میزنه، جای دیگه میره این حرفا رو میزنه. اون طرف اصلا این قهرمان بود براش، بی خودم نمیگوندن مثلا ما یه سری آدم هوادار داریم این ور اون ور، چون میدید این قدرت از کجا گرفت، حالا پشت این حرفا چی هست، چه جوری هست، چه اثری داره نداره، اونم که نمیدید که میگوید این قدرت رو اسلام بشته، پس بزن بریم اصلاح رو وردار یا یه کاری بکن. خیافه ما هم حالا اون جوان فکر میگرد در زبای احمدی نژاد بهتر نیست، بدتر هم نیست، برحال میتونیم این کاری، این قدرت رو از اسلام سیاسی ما گرفته، ما هم میتونیم بگیریم. اینا انگیزه هاییست که در بطن اجتماع عمل میکنه، نمیکنه آقای دوشوکی، انگیزه ها یا یکی از اثراتیست که هست. حالا چه پیامد هایی برای جامعه داره، برای کشور داره، برای ملت داره، برای ملت ها داره، اون بحث دیگه است. بفرم. بله منم اینو از بعضی شنیدم، البته از ایرانی ها نه، از پاکستانی ها شنیدم، از بعضی از عربای خب حالا بی سواد با سواد هم شنیدم، ولی از قدیم الایام گفتن خلایق هرچی لایق. واقعا اینا وقتی طرفداری از احمدی نژاد میکنن مشخصا نشون میدن که در اون منطقه ما یک مشکل اساسی فرهنگی داریم، و این مشکل اساسی فرهنگی نه فقط مختص به یک آدم باسواد بی سواد دانشگاهی هست، بلکه حتی ما آدم های دانشگاهی رو داریم که این توهم توطئه و توهم این که اصولا امریکا و اروپا و انگلیس و غیره دارن بر علیه ما توطئه میکنن، این مثل ایمان، همانطور که ایمانشون به خدا استوار و محکم هست، ایمانشون به این توهم توطئه و توریای توطئه هم استوار و محکم هست. من هفته پیش هم مقاله نوشتم در همین مورد که اینو تجزیه و تحلیل کردم که اصولا بسیاری از مردمان ما یک اعتقاد بسیار جزمی و تعبدی به این قضیه توهم توطئه دارن، و هر کسی که در مقابل امریکا، انگلیس، نمیدونم اروپا و غرب ایستادگی بکنه، خود به خود آدم خیلی خوبی هست، و این برمیگرده به اون زیربنای معیوبی که همه ما متاسفانه در اون بزرگ شدیم. و کسی بخواد، چون من این مقاله رو که نوشتم بسیاری از اونها در قسمت نظرات در سایت های مختلف دیدن که تعجب کردن از فردی مثل من که آقا شما فهمیده هستی، شما دیگه چرا این نقشه های شوم اسرائیل و امریکا رو، اینا که همه میدونن بر جهان، بر علیه جهان اسلام، اینا از هرالمنن شمس هست، اینها شب و روز دارن بر علیه ما توطئه میکنن. یعنی این تصور اینقدر در بین مردم هست که شما بگی بابا جان اینجوری نیست، تمامش این به خدا اینجوری نیست. ولی چون من خودم در اونجا بودم موقعی که ما 35 سال پیش ما در چابهار بودیم و شعار می نوشتیم و حرفایی می گفتیم، واقعا کسی می اومد به من می گفت اینجوری نیست، ما می گفتیم طرف یا واقعا مزدور CIA است، نوکر اجانبه، یا نمی دونه چی داره میگه، چون این توطئه غرب، توطئه اسرائیل بر علیکش. الان هر کسی، چه موافق چه مخالف، چه طرفدار شیعه چه طرفدار سنی، چه مخالف موافق ایران، یا بلند میشه میگه این کار اینا که اومدن در عراق، این کار اسرائیل بوده، این کار امریکا بوده، اینا بابا امریکا و اسرائیل، چون چه خود میکنی اختر خیش را، بد نکوهش مکن چرخ نیلوفری را. بله آقای دوشوکی، اما یک نکته وجود داره، ببینید اینی که از این بهتر همین آمریکا هم همین هست، نه اینکه فقط مردم ایران باشن جای دیگه، بسیاری هستن به کانسپیرسی تئوری بهش میگن یا هر چی که هست اعتقاد داره، در همه جا هست، در انگلستان هم هست. یک نکته بسیار حساس هم این وسط هست، با رمان بسیار گرامی و گرانقدر آقای ایرج پزشکزاد عزیز، خب این مسئله در عرصه سیاسی ایران و اجتماعیش ظهور کرد، یعنی در واقع وقتی که فیلمساز بسیار بسیار ارزشمند ایران، مجموعه ساز ایران، اون سریال بی نظیر دایجان ناپل اون رو بر اساس کتاب های پزشکزاد ساخت و منتشر کرد، و بازی های درخشان، تنها سریال ایرانی تا اونجایی که من دیدم، تمام اجزا و کلیاتش تمام درست و تمام کامل و اکمل و دلنشین، هر از چندگاهی آدم رغبت میکنه بشینه کار بزرگ ناصر تقوایی رو ببینه بر اساس نوشته بسیار ارزشمند ایرج پزشکزاد است. برحال
لایجان ناپلئون و اون قضیه کارکار انگلیس هاست دیگه، اونقدر رفتیم، نه منظور پزشکستون بوده نه منظور تقوایی در سریال، اما اونقدر از اون بر رفتیم که دیگه همون نقشی هم که دارن در عرصه سیاست های منطقه‌ای هم ندیده میگیریم. یعنی دیگه آدم جرأت نمیکنه یه جایی بگه آقا جان، مثلا آقای ابراهیم یزدی که هنوزم در این سن و سال دارید امید دارید که جمهوری اسلامی به جایی برسه و ولایت فقیه مقاله بنویسید و اینها، شما بیاید بگید آقا مذاکراتی که شما بودید با آقای خمینی و آقای رمزی کلارک از واشنگتن اومد دو سه ساعت اونجا نشستن حرف زدن و شما تنها آدم بودین، چه گفتن؟ که بعد از اینکه آقای رمزی کلارک برگشتن لحن آقای خمینی دیگه عوض شد، از قانون اساسی شد شاه باید برود، چه بود چه شد؟ نه اینکه ما ترس، وقتی شما نمیگید جا میمونه برای تصورات دیگه، شاید اومدن با هم یه قلدقل بازی کردن، من نمیدونم. ولی آقای ابراهیم یزدی امثال منظور من اینه از اون برای پشت بام هم آدم نباید بیفته، بالاخره واقعیت های تاریخی باید روشن بشه. آقای یزدی این رو حتی در کتاب خاطراتشون نگفتن. بله منم کاملا با شما موافقم. ببینید پدیده های اجتماعی سیاسی پدیده های پیچیده ای هستند و نمیشه مطلق گرایی کرد و فقط اونها را به یک فاکتور نسبت داد. فاکتورهای داخلی و عوامل خارجی همه در این به وجود آمدن این پدیده ها سهیم هستند و بعضی مواقع خیلی از اینها پیچیده و مخفی هستند، کما اینکه شما اشاره کردید به این ملاقات هایی که آقای یزدی با رمزی کلارک و غیره داشتن و اون قبل از اون نمیدونم کنفرانس گوادالوپ و از این مسائل. بعضیشون هم که ظاهر و مشخص هستن هم کاملا قابل درک نیستن. به عنوان مثال امریکا حدود 1 تریلیارد یعنی 1000 میلیارد دلار و صدها نفر از سربازهای خودشون که جونشون از دست دادن خرج کرد رفت افغانستان. من حس میزنم که یک سال دو سال بعد که اینا بیان بیرون دوباره افغانستان میفته دست طالبان. پس چی شد؟ عراق رو اینا حمله کردن بدون اینکه هیچ برنامه‌ای داشته باشن و با خیلی از صحبت کنین میگه آقا این نقشه ها از 30 سال پیش وجود نداشت. بقیده من این تصمیم بسیار غلط آقای جورج بوش بود. الان یه رئیس جمهور جدیدی اومده میگه من نمیخوام وارد هیچ جنگ بشم و یک آدم پاسیفیستیه مثل آقای اوباما. آقای اوباما موظف نیست که نقشه هایی رو که 30-40 سال پیش فراماسونرها و پشت درهای بسته بستن اجرا کنه، که من اینکه اصلا نقشه‌ای وجود نداره که ایشون بیاد اجرا کنه. به همین دلیل ما باید واقعیت های عوامل بیرونی رو بدونیم. در این حال من شخصا معتقدم که نقش عوامل درونی از توطئه و به اصطلاح اون حالا دسیسه یا هر چی اسمشو بذاریم خارجی ها مهمتره. چرا امریکا و انگلیس و غرب مثلا نمیتونن برن تو حتی تو افریقا این کارا رو بکنن؟ چرا تو امریکای لاتین این کار رو نمیکنن؟ چرا در بقیه جای دنیا نمیتونن این کار رو بکنن؟ فقط میتونن در خاورمیانه در اون منطقه‌ای که ما هستیم این نقشه های خودشون رو پیاده کنن. برای چی؟ حالا یه عده میگن به خاطر اینکه اینا نفت دارن. نخیر، از نظر امکانات به اصطلاح بازار و غیره نفت مهمه، ولی در کشورهای خاور دور هم کشورهای بسیار غنی هستن که امکانات وسیعی دارن. در نتیجه این فاکتورهای داخلی رو نباید نادیده گرفت. ما ملتی هستیم تا زمانی که بیدار نشیم، تا زمانی که از این تصور دایی جان ناپلئونی بیرون نیاییم، متاسفانه همونجور درگیر هستیم. به همین دلیل آیا شما فکر میکنید که واقعا این امریکا و اسرائیل و غرب هست که به ایران میگه به سنی ها مسجد ندی، یا اگر مسجد بدی نمیدونم حضرت فاطمه و زهرا تو قبرش میلرزه، اگه سنی ها تو تهران مسجد داشته باشن در همون ببینید آقای دوشوکی، دو تا ما داریم میریم جای دیگه، اجازه بفرمایید. ببین دو تا مسئله هستش، یکی این که واقعا تمام اون چیزی رو که در منطقه میگذره ما نسبت بدیم توطئه‌های خارجی، خوبی ندارن در منطقه که در هر جایی کاملا درست نیست. اما یک واقعیت هم باز برمیگردم به همون حرفم، یک واقعیت هم وجود داره که این هستش که آنچه که هست در منطقه، همین ضعف و همین مشکلاتی که میگید،
با توجه به اینکه هر کشوری هم دوباره مصالح و منافع ملی خودش هست باید باشه قاعدتا، این رو شما نمیتونید ندیده بگیرید که کشورهای دیگه با توجه به خصوصیات داخلی اون ملت ها هستن که سیاست خودشون رو در منطقه تنظیم میکنن. دقیقا. یعنی اینکه مثلا نه آمریکا، نه انگلیس، نه فرانسه، نه اسرائیل، نه ایران، نه هیچ جایی نمیشنه همینجوری فقط که نمیگم میان از هزاران کار یا کارهایی که میشه ناشی از اون، ولی میبینن آقا به قول شما در ایران جوری که اهل سنت یک مسجد در پایتخت کشورشون ندارن، در نتیجه از این در سیاست منطقه ایمون ما آیا چه استفاده ای میتونیم بکنیم؟ این سوال بسیار منطقی است روی میز وزارت خارجه هر کشوری که در منطقه منافعی داره، و اگر آمد بر اساس این از یک گروهی حمایت کرد و از این اختلافی که تاثیر استفاده ای کرد که همون که دیدید دیگه میکنن، چرا نمیکنن؟ همونطور که آمریکا آمد و مسلمانان افراطی ضد کمونیست رو بسیج کرد در جهان علیه شوروی در افغانستان، چیز پنهانی هم نبود، این کارو میکنه. بله جنگ سرد، بله جنگ سرد که کاملا مشخص بود، ولی الان یه مقدار گرم شده، بسن به کوب و آتش باری. بفرمایید. من اتفاقا داشتم همینه میگفتم که مثلا اگر سنی ها در تهران اجازه ساخت مسجد ندارن، آیا این نقشه امریکاست یا از بدتینتی، انحصار طلبی و تعصب خشک ماست؟ الان وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که داعش تونسته بخش هایی از اهل سنت رو در عراق به همراه خودش بکنه و خلافت تشکیل بده، این واقعا در مقابل تفکر امامت و ولایت جمهوری اسلامی است که نه تنها بر ایران توافق پیدا کرده، بلکه در عراق از توسط آقای مالکی و در سوریه توسط بشار اسد میخواد سیاست های خودش رو اجرا کنه. نکته مهم دیگری هم بقیده من، خب ممکنه ما هم عقیده نباشیم در همه زمین ها، ولی بقیده من میگن که آدمی، انسانی که یرغان داره همه دنیا رو زرد میبینه. جمهوری اسلامی جمهوری هست که مثل بسیاری از کشورهای اون منطقه، مثل افغانستان، پاکستان، حالا در مورد افغانستان هم اشاره‌ای خواهم کرد با یکی دو جمله، ولی جمله‌مو در مورد ایران تموم کنم. پس خیلی خوب، ایران چون خودش واقعا کار و اساسش بر اساس توطئه و دخالت در امور همه کشورهای همسایه است و یعنی دخالت در امور زندگی ایرانیان در همه زمینه‌ها، بعد از ایران فراتر رفته در مرزها هم میخواد دخالت کنه، در نتیجه تصورش اینه که امریکا و انگلیس و اسرائیل میخواد هر دخالتی، هر کسی دوشوکی هم از لندن حرف میزنه حتما انگلیس اینو فرستاده که بله این حرفا رو بزنه. این تصور رو خودشون چون این کارا رو میکنن، این تصور رو تبلیغ میکنن بین بقیه. در افغانستان هم به همین صورت انتخاباتی شد. حالا شما ببینید بعد از این انتخابات، بعد از اینکه امروز این نتایج اعلام بشه، چه بلبشوی به راه میفته. چرا؟ چون واقعا تقلب در اونجا صورت گرفته و حاضر نیستن اصول دموکراسی و کثرت‌گرایی و تساوی رو رعایت کنن. این مشکل اساسی اون منطقه هست، اینه که ما اینقدر انسانهای متعصبی هستیم که فرق تعصب جاهلانه رو با غیرت اشتباهی گرفتیم. جناب آقای دوشوکی عزیز، ببینید نکاتی که فرمودین کاملا هم مسیر هستیم، اما خیلی سریع من بگم خدمت شما. ببینید برای بینندگان من میگم، در خیلی اتفاق بسیار ساده و روشنی هست، اینی که یک حکومتی بر سر کار آمده در عراق، آقای نوری المالکی و تمام ابزار قدرت و ابزار حکومت و دولت و مذاهب چه که از این مردم واقعا رنج کشیده عراق الان بیش از 3 دهه هست درگیر جنگ هستن، جنگ با ایران، جنگ های دیگه، جنگ های اشغال کشورشون و همه اینا، آمده و همه رو در زندگی ساقط کرده. اکثریت، یعنی اکثریت که چه ارز کنم، در مناطق سنی نشین طبعا اکثریت، و میبینن که اینها 8 سال به هر حال جنگیدن با ایران یا هر اتفاقی بود، ولی سرانجام الان آقای نوری المالکی یک شعبه از حکومت ایران هست در کشورشون. هر بیرنی بلندش علیه نوری المالکی میرن به طرفش، حالا اشاعر باشن، بعثی های به قول آقای دوشوکی سکولار و هر که باشه میرن طرفش، یعنی میرن با همراه اون بیرق میشه. یکی این نکته، و نکته آیت الله منتظری در کتابش
به وحدت مورد ادعای حکومت ایران آقای دوشو که قطعا خوندید اشاره کرده، گفته آقا این حکومت داره دم از وحدت مسلمانان جهان میزنه. اون پیشکشتون با امثال منی مثل خود منتظری که دیگه روحانی شیعه مرجع تقلید مورد تایید خود آقای خمینی بود و سالیان سال معاونش بوده هرچی بوده، چون این رفتاری میکنین دیگه بقیه وحدت با اهل سنت و بقیه مسلمانان جهان پیشکشتون. با سپاس بسیار از شما آقای دوشوکی گرامی، با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز تو چال سندو سبلان آسماری و کوساران دراک و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.